سلام توی یکی دو هفته گذشته یه قابلیت کلیدی به یوتیوب اضافه شده مخصوص فارسی زبان ها اون هم اضافه شدن قابلیت زیرنویس کردن فیلم ها به شکل اتوماتیک توسط خود یوتیوبه یوتیوب این قابلیت رو نداشت من چند ماه پیش اگر حضور ذهن داشته باشید یه ویدیو ضبط کردم در مورد اینکه به نظر میرسه که یوتیوب یواش یواش داره فارسی رو میفهمه و نشونه هایی نشون میداد مبنی بر اینکه کم کم میفهمه حتی شما داخل ویدیو در مورد چی صحبت میکنید که اون ویدیو رو منتشرم کردم که حالا در ادامه بهتون لینکش میدم اگر دوست داشتید ببینیدش الان این قابلیت رو اضافه کرده ولی همچنان وقتی ما میریم تو سایت خود یوتیوب تو قسمت پشتیبانی اون قسمتی که مربوط به کپشن اتوماتیک هست رو که چک میکنیم لیست کشورهایی که نشونمون میده این 17 تا کشور هنوز زبان فارسی به این لیست اضافه نشده ولی خیلی چرا خاموش و تو اومده این قابلیت رو توی یه هفته ده روز گذشته اضافه کرده و الان تقریبا میشه گفتش که اکثر یوتیوبر فارسی زبان این قابلیت رو دارن و میتونن فعالش بکنن تو این ویدیو من چند تا چیز رو براتون توضیح میدم اول اینکه از کجا بریم فعالش بکنیم روی ویدیو خودمون و بتونیم پابلیشش کنیم چطور بتونیم ایراداتی که داره رو برطرف بکنیم بعد بهتون یاد میدم چه جوری زیرنویس انگلیسی هم اگر خواستید به ویدیوتون اضافه بکنید بعد از اون براتون توضیح میدم که چه جوری هر ویدیویی رو باهاش زیرنویس کنیم اصلا مهم نیستش که اون ویدیو قرار روی یوتیوب منتشر بشه یا نه حتی اگر محتوایی باشه که کپی رایت هم داشته باشه شما میتونید بیاریدش تو یوتیوب از طریق این سرویس دیو نویس بکنیدش بعد ویدیو رو پاکش بکنید که حالا شرایطش هم براتون توضیح میدم که چجوری میشه این کار کرد در آخرم براتون توضیح میدم که چه تأثیری به نظر من این قابلیت جدید میتونه روی یوتیوب فارسی بذاره و آینده یوتیوب فارسی با یه همچین قابلیتی چطور میتونه باشه خب اجازه بدید اول براتون توضیح بدم که این قابلیت رو از کجا میتونید فعال بکنید به بعد از که شما ویدیو رو آپلود بکنید اتوماتیک یوتیوب میاد و الان ویدیو فارسی شما رو زیرنویس میکنه یعنی حتی زبان رو هم اگر خودتون فارسی مشخص نکرده باشید میتونه زبان رو متوجه بشه و خودش اتوماتیک زیرنویس رو به ویدیو شما اضافه بکنه الان براتون توضیح میدم روی پنل از کجا میتونیم بریم ببینیمشون و چجوری میتونیم فعالشون کنیم فقط یه چیزی بهتون بگم چیزهایی که مربوط به زیرنویس میشه رو فعلا بعد از روی کامپیوتر رو انجام بدید چون این قابلیت روی موبایل در دسترس نیستش اگر میخواد از روی موبایل این قابلیت رو چک بکنید باید برید داخل مرورگر و نسخه دسکتاپ وبسایت رو فعال بکنید روی مرورگر موبایلتون و از طریق اون برید توی studio.youtube.com و از اونجا برید این کار رو انجام بدید تجربه قشنگی نیست ولی تنها آپشنی که در دسترستونه براش هم قبلا ویدیو ضبط کردم که میذارم توی توضیحات زیر ویدیو که بتونید برید اون ویدیو رو تماشا بکنید آخر ویدیو هم سعی می‌کنم یه اشاره بهش بکنم که بتونید برید این ویدیو رو تماشا بکنید پس به همین خاطر من از روی کامپیوتر براتون توضیح میدم خب شما فقط کافی برید تو لیست ویدیوهایی که دارید حالا من هر ویدیویی رو که بخوام انتخاب بکنم مثلا یوتیوب به زودی تغییر میکنه فرض بگیرید این اگر روی علامت مداد اینجا بزنم که برم وارد جزئیاتش بشم یه دونه ساب تایتل این سمت دارم یه ساب تایتل این ور دارم من پیشنهاد میکنم از یکی که سمت چپ تو این ستون کناری هست استفاده بکنید روی این گزینه بزنید میبینید که این رو خودش اضافه کرده میگه ساب تایتل داره و پابلیشت هم هست ولی اشتباه پابلیشت نیست خودتون باید پابلیشتش بکنید و روی علامت مداد اگر بزنید میگه که میخواید که این ترکی که من اتوماتیک خودم زیرنویس آماده کردم رو ادیت بکنی شما کانچینی رو میزنی و وقتی این کار رو بکنید میبینید که ویدیو زیر نویس شده و به شکل دو خط دو خط اومده این کار رو انجام داده شما همینجا میتونید زیر نویس رو چک بکنید ایراداتش رو بگیرید و اگر دوست داشتید میتونید از همینجا دکمه پابلش رو بزنید که زیر ویدیو نمایش داده بشه ببینید الان این ویدیو رو اگر من بزنم داخل یوتیوب بازش بکنم ببینید اینجا گزینه سیسی خاموشه به عبارتی سابتایتل الان نداره سابتایتلی روش پابلیش نشده ولی به محصه که من اینجا بیام و گزینه پابلیش رو بزنم ببینید من با زور اینجا ادیت رو میزنم و دکمه پابلیش رو اگر اینجا بزنم ویدیوی من الان سابتایتلش منتشر میشه و اگر همین رو من ریفرش بکنم الان همونطور که میبینید این ویدیو زیرنویس داره و از همینجا شما میتونید این سابتایتل رو روشن یا خاموش بکنید حتی از قابلیت اتو هم میتونید استفاده بکنید که به زبان دیگه هم ترجمهش بکنید که خب الان من براتون توضیح میدم چجوری حتی میتونیم انگلیسی رو هم خودمون اضافه کنیم تو این لیست بیاد و گزینه اتو رو استفاده نکنیمش خب یه نکته خیلی مهم اگر میخواید چیزی رو پابلیش کنید روی علامت مداد میزنید حتما حتما باید این رو چکش بکنید از نظر که ایراد نداشته باشه چون قطعا یه چیز چیزها رو تشخیص نمیده اگر کارتون هنوز تمام نشده بعد رو گزینه سیو درافت بزنید و دکمه پابلیش رو نزنید چون به معنی که دکمه پابلیش رو بزنید روی ویدیوتون این سابتایتل اضافه میشه پس بهتون پیشنهاد میکنم اول بخونیدش ایراداش رو بگیرید و اول سیو درافت بزنید بعد که رسید به ته ویدیو کارتون تموم شد بعدا دکمه پابلیش رو بزنید یه نکته خیلی مهم این وسط وجود داره که اگر میخواید برای ویدیوتون زیرنویس بذارید و از این قابلیت اتوماتیک استفاده میکنید چه فارسی باشه چه انگلیسی چه هر زبان دیگه ای اینا دقت 100 درصد ندارن این چیزی که الان یوتیوب اضافه کرده به نظر من بهترین ابزاری که میتونه صوت فارسی رو بفهمه و بتونه زیرنویسش کنه دقتش به نسبت هر چیز دیگه که تو بازار هست به نظر من ده 20 درصد بهتره به عبارتی اگر بخوام با ویسپر مقایسهش کنیم با وسک مقایسش بکنیم چون من در مورد این قضیه ویدیو ضبط کردم ما ویدیو دارم که چجوری برای ویدیومون زیرنویس بذاریم قبل از اینکه این ابزار بیاد من توی اون ویدیو توضیح دادم دوست داشته باشید میتونید ویدیوشو نگاه بکنید اون ابزارا به دقت این نیستن این خیلی خوب زیرنویس میکنه ولی بازم خالی از اشکال نیستش حتما باید متر رو بخونید خیلی چیزا اشتباه میفهمه من فکر کنم اولش 90 95 درصد در دقت داره ولی خطا هم داره بعد اصلاح بکنید مخصوصا تو نقطه گذاری. یعنی جمله مرسی که شما حرف میزنید اصلا هیچ جمله رو تموم نمیکنه نقطه بذاره من پیشنهاد میکنم علاوه اینکه غلطای املاییشو میگیرید باید نقطه گذاری رو هم انجام بدید که اگر بخواید اون زیرنویس رو مثلا ترجمه کنید به زبان انگلیسی نتیجه نهایی نتیجه بهتری بشه چه ادیتش بکنیم اینجوری که نشونتون میدم بر ادیت کردنش تو همون صفحه‌ای که بهتون گفتم یعنی فرض بگیرید که الان اومدیم تو قسمت تایتل اینجا روی این گزینه مداد میزنیم و بعد از اینکه این اومد همینجا شما میتونید روی کلمات کلیک بکنید هر چیزی که اشتباه فهمیده رو عوضش بکنید حتی اینجا میتونید زمانش رو هم کم و زیاد بکنید با گرفتن این هندله و چپ و راست بردنش که پیشنهاد نمی حالا این کارو بکنید ولی غلطه رو اینجا میتونید بگیرید و نقطه گذاری رو هم انجام بدید که ویدیوتون زیرنویس بشه حتی اگر بخواید بین دو خط یه خط جدید اضافه بکنید روی علامت به علاوه بزنید یه خط این وسط اضافه میکنه براتون و شما میتونید در نهایت اون چیزی رو داشته باشید که بابا میل خودتون هست و همین شکل میتونید از این ابزار استفاده کنید اگر نخواهید این کار رو بکنید یه کار دیگه میتونید انجام بدید اینجا یه گزینه سه است میتونید گزینه دانلود رو بزنید و به شما میگه که زیرنویس رو تو با چه فرمتی میخواید دانلود کنیم ما معمولا SRT دانلود میکنیم SRT رو میگیرید بعدا میتونید ببرش داخل یه نرم مثل سابتایتل ادیت که لینکش بالا براتون گذاشتم برید اونجا و ادیتش رو انجام بدید از ابزار آنلاین استفاده نکنید به شکل آنلاین بیاید کارتون رو انجام بدید و بعدا بیاید فایل استارتیتون رو به یوتیوب آپلود بکنید این کارم امکان پذیر هستش خب فارسی رو که دیدیم خودش اتوماتیک میسازه میتونیم ادیتش هم بکنیم و بعد پابلیش رو بزنیم حالا اگر بخوایم خودمون زبان انگلیسی رو هم در کنارش اضافه بکنیم چه جوری بعد این کار رو انجام بدیم خب خیلی راحته اول اینکه خود فارسی رو اصلاح بکنید همونطور که بهتون گفتم غلطاشو بگیرید نقطه گذاری رو انجام بدید بعد این مرحله که بهتون میگم رو بکنید اول همه اون زیرنویس فارسیتون بعد حتما شده باشه یعنی دکمه پابلیشش رو باید زده باشید این گزینه که این بالا هست رو باید زده باشید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید و ویدیوتون پابلیش شد اینجا اد لنگویج رو میزنید بعد از اون میایید پایینتر و زبان انگلیسی رو پیدا میکنید الان من انگلیش رو اینجا انتخاب میکنم بعد از اینکه این کار رو انجام دادید انگلیش اومد روی این مداده میزنیم اینجا یه گزینه اتو ترنسلیت داره روی گزینه اتو ترنسلیت بزنید همینجا میاد ترجمه فارسی تک تک جمله ها رو براتون مینویسه همینجا هم باز دوباره میتونید انگلیسیش رو هم چک بکنید که درست باشه و تا موقع که تمام نشده بعد سیف درافت بزنید بعد از اینکه کارتون تمام شد دکمه پابلش رو اگر بزنید الان بهتون نشون میدم حالا تو این صفحه اگر من صفحه رو ریفرش بکنم اینجا توی قسمت سابتایتل ها الان ببینید هم فارسی هست و هم انگلیسی هست اگر روی انگلیش بزنم همون جملاتی که من میگم ترجمه انگلیسیش اینجا میادش خب الان دو تا کار کردیم هم تونستیم فارسیش اضافه کنیم هم انگلیسی حالا اگه بخوام از این قابلیت استفاده بکنیم ویدیویی که اصلا نمیخوام توی یوتیوب منتشرش بکنیم فقط میخوام زیرنویس بشه چه جوری جو میتونیم این کارو انجام بدیم امکان داره بعضی از اون ویدیو حتی کپی رایت هم داشته باشه اگر بخوام به دردسر نخوریم بعد کار بکنیم بهتون پیشنهاد میکنم برای اون قضیه حتما حتما یه ایمیل جدید بسازید یه جیمیل بسازید یه کانال جدید درست بکنید تو کانال اصلیتون این کار رو انجام ندید چون اون محتوا امکان داره کپی داشته باشه مشکلی ایجاد بکنه پس حتما یه کانال جدید بزنید که رو ایمیل اصلیتون هم نباشه یعنی ایمیل جدید براش بسازید الان من یه نمونهشو نشونتون میدم من الان یه اکانت صفر ساختم روی ایمیل جدید و یک دقیقه از یه سریالی که کپی داره رو آپلودش کردم تو حالت پرایوت تو حالت پرایوت نگاه کنید پابلیشش نکردم ولی چون کپی رایت داشته درجا بلاک هم شده و جلوش داده که این محتوا کپی رایت داره و شما نمیتونید این رو منتشرش بکنید خب ما اصلا هدفمون بود که منتشرش نکنیم من روی این مداده میتونم بزنم بعد برم تو قسمت ساب تایتل اینجا یه ساب تایتل بر من ساخته برای این قضیه که اگه روی مداده بزنم میتونم ساب رو ببینم الان ساب تایتل همین یه دقیقه فیلم آماده است اینجا میتونم روی این گزینه سه بزنم و این رو با فرمت SRT دانلود بکنم حالا فایل اسارتی که دانلود شده رو شما میتونید ببرید تو پریمیر بندازید روی ویدیو خودتون داخل ساب تایتل ادیت بندازید روی ویدیو هر جایی که دوست دارید میتونید ازش استفاده بکنید دیگه محدودیتی نداری چرا این رو گفتم به خاطر اینکه خیلی از ابزارهایی که الان هست ویدیو براتون زیر نویس میکنن به فارسی هست ما ابزاری داریم که این کار رو انجام میده اولا که به دقت این نیستش دوما اکثرشون پولیه یعنی مثلا چند دقیقه در ماه رایگان بهتون میدن که بتونید این کار رو بکنید این نامحدوده هر چقدر دوست دارید ویدیو آپلود بکن زیرنویس تحویل بگیر و دانلود بکن ببر داخل نروز سافتایت تلدیت اگر میخوای اونجا ایرادات و غلط رو بگیر و ذخیره‌اش کن و هر جایی که دوست داری استفاده کن ببر داخل پریمیر یا هر نرم‌افزاری دیگه ای که ازش استفاده می‌کنی. حالا بریم سراغ قسمت آخره صحبتم این چه تأثیری میتونه روی یوتیوب فارسیمون بذاره؟ به نظر من یه تغییر بسیار مهمی رو ایجاد میکنه به خاطر اینکه یوتیوب از اینجا به بعد برای زبان فارسی هم میتونه دقیق و دقیق تر بشه. یوتیوب خیلی سعی میکنه محتوای ویدیوی شما رو متوجه بشه که بفهم شما در مورد چی صحبت میکنید. من قبلا در مورد این قضیه ویدیو ضبط کردم در مورد الگوریتم. بهتون گفتم که باز میکنه فریم به فریم ویدیوی شما رو میبینه. مثلا فرض بگیرید که توی ویدیوی شما این کالر چکر رو روی میزتون ببینه، حتی برندش و مارکش رو هم متوجه و میفهمه که این چیه شما داخل ویدیو دارید. برای زبان انگلیسی و اون 16 تا زبان دیگه که توی اون لیست بود خب این قابلیت هم وجود داشت که وقتی طرف حرف میزنه صوتش رو تبدیل بکنه به مت و حتی کلمه به کلمه مت رو هم متوجه بشه برای فارسی این رو نداشت که الان داره در نتیجه بهتر میتونه محتوای شما رو درک کنه که توی ویدیو در مورد چی صحبت کردی این باعث میشه که ویدیوهای مرتبط رو خیلی بهتر بتونه به هم پیوند بده یعنی اگر شما یه ویدیویی نگاه کردی یوتیوب الان پیشنهاداتش از اینجا به بعد بهتر و بهتر میشه برای زبان فارسی و این خوب خیلی چیز خوبیه. دوم این که من احساس میکنم سرچ یوتیوب توی فارسی بهتر میشه یعنی اگر شما چیزایی سرچ بکنید که افراد توی تیترشون استفاده نکرده باشن احتمالا تو صفحه نتایج یه چیزهایی نشون شما میده که یه بخش از خود ویدیوه که در مورد این قضیه همون ویدیو قبلی که ضبط کردم گفتم یوتیوب فکر میکنم داره فارسی رو میفهمه یه مثالش رو توی اون ویدیو عملا نشون دادم که شما میتونید برید چک بکنید من فکر میکنم یه اتفاق از این به بعد توی سرچ هم یواش, یواش میفته و اتفاق آخر که به نظر من خیلی اتفاق خوبیه اینه که یوتیوب فضای تمیزتری میشه توی زبان انگلیسی اگر شما مثلا کلمات افتار توی صحبتت استفاده بکنی تعدادش از یه عددی بالاتر بره ویدیوی شما در محدود میشه در مورد یه سری چیز اصلا اجازه نداری صحبت کنی به که در مورد یه سری مسئله صحبت کنی ویدیو یا در قطع میشه یه کامیتی گایدلاین استرایک میگیری ولی برای فارسی اینجوری نبود ما کسانی اینجا داشتیم که رسما داشتن محتوای غیرقانونی تولید میکردن من فکر میکنم از اینجا به بعد خیلی از اون کانال ها به مشکل بخورن و الان دیگه همه حتی اونایی که به زمان فارسی هم تولید محتوا میکنن باید حرف دهنشون رو بفهمن که هر چیزی رو نمیشه داخل ویدیو گفت و اگر بگیم امکان داره درآمدزایی محدود بشه یا حتی بابتش کامنت گایدلاین استرایک دریافت بکنیم حالا نظر شما در مورد این قضیه چیه فکر میکنید چه تأثیری بتونه این قضیه روی یوتیوب فارسی بذاره اگر چیزی به ذهنتون میاد که من توی ویدیو توضیح ندادم و اگر استفاده ابتکاری از این ابزار میتونید بکنید رو خواهشن تو قسمت کامنت ها بنویسید که بقیه بچه‌ها بتونن ازش استفاده بکنن در آخرم بهتون پیشنهاد میکنم نوارسه سابتا ادیت رو خوب یاد بگیرید خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید زیرنویساتون رو خوب ادیت بکنید براش من قبلا ویدیو ضبط کردم ویدیوش اینجاست دوست داشته باشید میتونید این ویدیو رو هم تماشا کنید خدا نگهدار